سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، برنامه هندیمند رو تماشا میکنید. در برنامه امروز میخوایم با همدیگه مینی فرزمون رو یه سرویس ابتدایی بکنیم، سرویسی که شما تو خونه خودتونم میتونید انجام بدید. اما قبل اینکه برنامه رو شروع کنم ازتون خواهش میکنم که کانال پرشین هندیمند رو سابسکرایب کنید و حتما علامت زنگی که این پایین هست رو بزنید تا اعلانهای ویدیوهای جدید ما براتون بیاد. لطفا تا آخر برنامه با من همراه باشید. مینی فرز ها حتما باید طی فواصل منظمی سرویس مختصری بشن و حتما داخلشون تمیزکاری بشه. این فواصل بسته به این داره که شما کارتون با مینی فرز چی هست. اگر کارتون با سنگ هست یا با آجر حتما باید هر چند روز یک بار این کار انجام بدید. اما اگر کار چندانی ندارید با مینی فرزتون، ماهی یک بار یا دو ماه یک بار کافیه. اگر شما کار تمیزکاری رو برای مینی فرزتون انجام ندید، این دریچه‌ها بسته میشن، مجراهای داخل مینی فرزتون گرفته میشه و هوا نمیتونه به خوبی عبور بکنه. به خاطر همین موتور مینی فرزتون سری داغ میکنه و این داغ کردن باعث میشه که عمر موتور مینی فرز به شدت کاهش پیدا بکنه. با هم شروع میکنیم به باز کردن مینی فرز. با یه مقدار فشار قاب پشتیتون رو جدا میکنید. شما با دو روش میتونید کار تمیزکاریتون رو انجام بدید. روشی که اکثر دوستان به کار میگیرن به این صورته که با فشار باد کار میکنن که گرد و خاکی که داخل موتور هست از قسمت ابتدایی خارج بشه. اما من بهتون توصیه میکنم که این کار رو انجام ندید، چون با این کار باعث میشه که گرد و خاکی که در این قسمت هست وارد سیمپیچ بشه و داخل سیمپیچ گیر بکنه. بهترین کار اینه که با یه دونه شد ذرات خاکی که قابل تمیز کردن هست و تا اونجایی که جا داره تمیز میکنیم. بعد فشار بادمون رو به سمت انتهای مینی فرز میگیریم. خب دوستان عزیز، اینجا شما دو تا کار میتونید انجام بدید. یا اینکه مینی فرزتون رو روشن کنید در همین حالت. بسیار بسیار باید احتیاط بکنید، دستکش دستتون بکنید، مینی فرز رو بسیار با احتیاط روشن بکنید و هنگامی که موتور روشنه و در کار میکنه شما این مسیر رو کامل باد بگیرید تا گرد و خاکی که باقی مونده خارج بشه، یا اینکه به همین صورت که مینی فرز خاموشه این کار رو انجام بدید. من توصیه میکنم که همین جور که مینی فرز خاموشه انجام بدید. بوزینگ مینی فرز داخل دستتون باشه و خیلی آرام مینی فرزتون رو روشن کنید. خیلی احتیاط بکنید چون این قسمت حفاظ نداره الان و به راحتی امکان داره که باعث برق گرفتگی بشه. خب کار تمیزکاریمون تموم شد. یه قسمت الان کار مونده برای سرویس ابتدایی. برای سرویس بیشتر اگر خیلی خیلی گرد و خاک داخل مینی فرزتون گرفته، پیچای اینجا رو باز می‌کنید. بسیار با احتیاط، 4 تا پیچ داره، 4 تا پیچ باز می‌کنید و هوزینگ به همراه سیم پیچ کامل در میارید، باد می‌گیرید کامل تمیزکاری رو انجام میدید. داخلم باد می‌گیرید دوباره و با احتیاط پیچا رو می‌بندید. حتما پیچا رو خوب سفت بکنید. مرحله پیشرفته تر سرویس کردن مینی فرز باز کردن خود کلگی هست. کامل گریس داخلش رو تخلیه بکنید و با گریس نسوز جدید جایگزین بکنید. اگر این کار رو از دستتون برمیاد این کار رو میتونید انجام بدید. اما نکته مهم دیگه ای که خودتون میتونید داخل خونه انجام بدید برای سرویس کاری مینی فرزتون، تمیز کردن کلکتور مینی فرز هست. من الان کلکتور رو بهتون نشون میدم. این کلکتور در بقیه ابزاری که موتور مشابه یعنی موتور زغالی دارن وجود داره و این همین کار رو میتونید برای اونا مثل دریلتون هم انجام بدید. دوستان گرامی، قطعه که داخل تصویر میبینید بهش کلکتور میگن و تقریبا در تمام موتورهای براشدار یا جاروبکدار این قطعه وجود داره. از تیغه های مسی تشکیل شده. اگر دقت بکنید وسط این تیغه ها رنگش با ابتدا و انتهاش متفاوت. علت تغییر رنگش که تقریبا سیاه شده اینه که این قسمت قسمتیه که با زغال مینی فرز در ارتباطه. دو تا زغال در طرفین وجود دارن که برقو به سر این کلکتور میرسونن و باعث چرخش سیمپیچ و موتورمون میشه. اگر دیدید که توان مینی فرزتون کم شده و جرقه‌های قرمز میزنه، حتما این کاری که الان بهتون میگم رو باید انجام بدید. ابتدا کاری که باید انجام بدید با یک تکه پارچه‌ای که پرز نده و همینطور الکل
روی کلکتورتون رو تمیز میکنید. بعد اینکه روی کلکتور رو کامل چربی زدایی کردید با الکل، با یک سماطه خیلی نرم مثل 600 یا 800 روی کلکتورتون رو به آرامی براده برداری بکنید. حتما دقت بفرمایید از یه تیکه پارچه استفاده بکنید که پرس نده. از پنبه به جمان استفاده نکنید، چون پنبه لای این تیک را گیر میکنه و مشکلتون رو بیشتر میکنه. با یک دستمون پارچه آغشته به الکل رو بر روی کلکتور رو قرار میدیم و با دست دیگه‌مون شفت خروجی مینی فرز رو میچرخونیم. همونطور که می‌بینید جرم زغال و چربی گرفته نشسته تا مقدار زیادی پاک شدش. بعضی مواقع تا همینجا کارتون را میندازه و وقتی روشن میکنید مینی فرز یا دریلو، میبینید که دیگه خبری از جرقه های قرمز زیاد نیست. اما حالا که دارید این کار را انجام میدید، بهتره که همه کار را انجام بدید. از سماطه نمره 600 یه نوار حدود 1 سانتی رو میبریم و آروم شروع میکنیم به براده برداری. سماطه رو بر روی کلکتور میذاریم و شفت خروجی مینی فرز رو به آرامی میچرخونیم. به جمان از سماطه زبر استفاده نکنید، چون اگر خط و خش عمیق روی کلکتورتون بیافته خورده به مشکل برمیخورید و دستگاه رو باید بدید بیرون باز کنن و کلکتور رو سنگ بزنن تا دوباره مثل اولش بشه. دوباره پارچه‌مون رو با الکل آغشته میکنیم و کار ابتدایی رو تکرار میکنیم. دوستان گرامی، همونطور که تو تصویر میبینید سطح کلکتور ما بسیار درخشنده و شکل مسی خودش رو دوباره پیدا کرده. الان میتونیم ادعا کنیم که این مینی فرز یه سرویس ابتدایی خوب شده و قدرت مینی فرز دوباره برگشته به قدرت اولیه خودش. نمیدونم میتونید متوجه بشید یا نه، صدای کارکرد موتور مینی فرز بسیار نرم‌تر شده. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.